از عقب خنجر خوردن مارشال دوستم توسط یکی از نزدیکترین دوستانش، حمله وحشتناک یکی از دشمنان قبلیش بالای مارشال دوستم، واکنش مجلس نمایندگان در مورد تشنج فاریاب، نبه فارسی ستیزی دشمنی با زبان فارسی ریشه هایتان را می خوش کند. همچنان عقب نشینی نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی دولتشاه در لغمان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. به نقل از تولو نیوز، منابع امنیتی امروز پنجشنبه 30 سور میگویند که نیروهای امنیتی از ولسوالی دولتشاه لغمان عقب نشینی کردند. به گفته این منابع، ولسوالی دولتشاه از 6 ماه به این سو در محاصره طالبان بود و اکنون طالبان ساختمان ولسوالی را نیز تصرف کردند. آنان میگویند که در 6 ماه گذشته تا 15 تن از نیروهای امنیتی در آنجا جان باختند و امکان انتقال زخمیان نیز وجود نداشته است. مقام های امنیتی تا کنون در این باره چیزی نگفتند. نبه فارسی ستیزی دشمنی با زبان فارسی ریشه هایتان را می خوش کند. در کنفرانس علمای کشورهای اسلامی عربی در رابطه با صلح افغانستان، زبان فارسی حذف شده است که خشم شماری از کاربران صفحات اجتماعی را برانگیخته است. روز گذشته وزارت حج و اوقاف افغانستان در نشست علمای کشورهای اسلامی زبان رسمی فارسی را حذف کرد. پیش از این نیز زبان فارسی در فهرست زبان خارجی اداره ثبت و احوال و نفوس افغانستان قرار گرفته بود که اگرچه رئیس این اداره آن را اشتباه فنی خوانده بود، اما با واکنش های گسترده روبرو شد. در همین حال برخی از فارسی زبانان و فعالان مدنی و کاربران صفحات اجتماعی به این اقدام وزارت حج و اوقاف واکنش تند نشان دادند. فهیم فطرت فعال سیاسی در واکنش به حذف زبان فارسی چنین واکنش نشان داده است. فارسی ستیزی وزیر حج و دشمنی او با یکی از زبانهای رسمی کشور ریشه در تفکر طالبانی و سیاست قبیله‌ای دارد. آقای فطرت افزوده است که در شرایطی که کشور بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به وحدت و تقویت همبستگی اقوام دارد، ترویج و تقویت نفاق توسط حکومت آتش زدن و دامن حکومت است. کلیم الله همسخن نویسنده و پژوهشگر افغانستان نیز در واکنش به حذف فارسی از پیشانی لهو کنفرانس علمای اسلامی توسط وزارت ارشاد و حج گفته است که دلیل این اقدام جز تعصب و قومگرایی چیز بیش نیست. آقای همسخن در برگه فیسبوک خود نوشته است: فارسی افزون بر این که زبان رسمی کشور است، از نظر اهمیت زبانی، از نظر شمار گویندگان، از نظر زبان میان قومی و از نظر متن و آثار تولید شده به آن، همین گونه از نظر این که پس از عربی صداها زبان دوم در میان مسلمانان بوده، زبان نیست که این گونه حق ناشناسه با آن دشمنی کنید. مجیب زیا خبرنگار و فعال مدنی به این اقدام واکنش تند نشان داده و نوشته است: دشمنی با زبان فارسی ریشه هایتان را می خوش کند. در همین حال نازنین در تویتر به حذف زبان فارسی از سوی وزارت حج اظهار کرده است: یک آدم هایی که جز ریش و پشم دیگر چیزی نمی دانند و ندارد می آید و اقدام به حذف زبان فارسی می کند. زبان فارسی زبان علم است. اینها چه بخواهد و چه نخواهد باید زبان فارسی را بپذیرد، زیرا کتاب علمی به زبان فارسی است. نورعلی نیز درباره حذف زبان فارسی از سوی وزیر حج گفته است که حذف این زبان غیر قابل پذیرش است. در همین حال بشیر احمد قاسانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: عطا محمد نور از داود لغمانی والی جنجالی فاریاب:
حمایت کرد. معاون آقای نور امروز بعد دیدار آقای لغمانی در لوای ارتش رفته است. ولایت فاریاب روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: 3/2/14 الحاج محمد داود والی فاریاب با معاون حزب جمعیت اسلامی و تعداد کثیری از اعضای این حزب دیدار کرد. در این دیدار ابتدا الحاج مولوی اسدالله جمالی معاون حزب جمعیت اسلامی و امیر جهاد و مقاومت در فاریاب با رسانیدن سلام‌های گرم استاد عطا محمد نور رهبر حزب جمعیت اسلامی به والی فاریاب آرزوی موفقیت برای موصوف در امر خدمات صادقانه به مردم فاریاب هر گونه همکاریشان را با اداره محلی ولایت در ارائه حکومتداری خوب و عملی شدن برنامه های بخواهانه جمهوری اسلامی افغانستان وحدت سپرد. والی فاریاب با قدردانی از وعده همکاری های آنان با دولت و اشاره به دوره شجاعت و مقاومت رهبری و اعضای حزب جمعیت اسلامی در دوره های مختلف هر گونه سعی و تلاش خود را به خاطر بهبود وضعیت و رشد و انکشاف در این ولایت وعده سپرد. دفتر مطبوعات ولایت فاریاب. هارون معترف به این پست چنین واکنش نشان داده است: والی نامنهاد اشرف غنی برای ولایت فاریاب از همکاری های استاد عطا محمد نور خبر داده است. نمیدانم این یادداشت صفحه ولایت فاریاب لاف است یا پتاق. خدا کند جناب استاد عطا در این بازی کثیف ارگ ابزار دست قرار نگیرد و موقف واقعیش را توضیح دهد. جلال عبدالملک کسی که سالهاست با مارشال دوستم مشکل دارد چنین میگوید. فهیم فطرت نگاشته است. جنرال ملک میگوید برای رفتن به فاریاب هیچ قلدر نمیتواند مانعم شود، چون من یک ازبک فاریابی هستم. آنجا سرزمین نیاکانم است. هیچ بیگانه مهاجرزاده نمیتواند این اصل را تغییر دهد. از ضعف فاریاب عزیزم هیچ وقت و نفع خانواده خود استفاده سو نکردم و نخواهم کرد. میخواهم مردم فاریاب را از مهر بدنامی ملیشه و گلمجم نجات دهم. برای همین من والی فاریاب نمیشوم. اوضاع فاریاب روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: چون از انیها با ارگ جریان دارد، نظر به پیشنهاد مارشال دوستم استاد احسان الله قوانچ به حیث والی این ولایت به معرفی گرفته شود، انشالله موثق باشد و از این بنبست و معضله زودتر خلاص شده فاریاب عاری از خشونت و جنگ و آدم کشی داشته باشیم. در این حال میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان از بحران فاریاب و ادامه اعتراضات مردمی در برابر والی جدید این ولایت ابراز نگرانی کرده و از حکومت و چهره های بانفوذ خواستار خاتمه این وضعیت شد. رئیس مجلس نمایندگان روز چهارشنبه 29 سور در نشست عمومی مجلس گفت افغان ها باید از 14 جنگ و فقر و مهاجرت درس عبرت بگیرند. تنها یک پارچگی و احترام متقابل می تواند کشور را از وضعیت کنونی خارج کند. آقای رحمانی افزود که سیاستمداران و جریان‌های سیاسی نباید با استفاده از سلیقه‌های شخصی باعث متفرق ساختن مردم شوند. او همچنین گفت از حکومت خواستار تفویض صلاحیت کافی برای والیان و حکومت محلی شد. رحمانی افزود که والیان حکومتی صلاحیت کافی را در زمینه حکومتداری در دست ندارند و تنها صلاحیت را اعمال می‌کنند که از سوی حکومت تفویض می‌شود. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. به درود.